یا روزتون مبارک. این روزها عجیب غریب ترین روزهای نوروزی رو داریم سپری میکنیم. شاید بعضی از ماها سخت ترین روزهای نوروزیمون رو داریم میگذرونیم. روز اول عید مصادف با روز اول فصل بهار. فصل بهار همیشه نوید تازگی داره. فصل شکوفه دادن درخت‌ها، فصل تازگی، فصل نو شدن، فصل سفره هفسین، سیر و سرکه و سمنی و گل سنبل سفره هفسین، فرشای تازه شسته شده، آشپزخونه برق افتاده، تک تک اینها یه حس تازگی برای من و شما برمکان میاره. یادم میاد وقتی که با خانوادمون دور سفره هفسین جمع میشدیم و لحظات پایانی آخر سال رو با هم کنار هم توی یه سکوت مطلق سپری میکردیم و منتظر یه صدایی بودیم که سالمون رو نو کنه. صدایی که از تلویزیون پخش میشد. پدر من ریموت تلویزیون رو بر میداشت، تلویزیون رو روشن میکرد، صداش رو زیاد میکرد و ما همگی به این صدا گوش میدادیم. کردیم. سال نو رو به هم دیگه تبریک میگفتیم، عیدی میگرفتیم، عیدی میدادیم و کلی اتفاقای خوب و حس خوب بود. شیرینی میخوردیم و خیلی خیلی اتفاقای زیبا و لحظات برای ما از عید به جا مونده. بعضی از خانواده ها رسم دارن که کسایی که از خانواده که با هم قهر بودن یا فامیل ها که با هم قهر بودن وقتی که عید دیدنی میرفتن یا همون لحظه سال تحویل با هم دیگه همدیگر رو بغل میکردن، رو بوسی میکردن و با هم آشتی میکردن. چه رسم زیبایی که بعضی از خانواده ها در عید دارن. گرچه بعضی از این دوستی ها پابرجا نبود، بعضیشون چند ساعت چند روز بیشتر طول نمیکشید، ولی رسم زیباییه. خیلی خوشحال هستم که در این سری جدید که در رابطه با صلیب عشق مسیح به ما هست در خدمت شما هستم. خیلی زیبا شنیدیم از برادرمون سیروس که در رابطه با عشقی صحبت کرد که ما رو از گناهان نجات میده و برادر فرهاد راجع به عشقی صحبت کرد که عدالت و پارسایی رو برای ما مهیا میکنه و من امروز میخوام راجع به عشقی صحبت کنم که ما رو با خدا آشتی میده. دوم قرنتیان باب 5 آیات 17 تا 18 اینچنین میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه در گذشته، هان همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما رو با خدا آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. آمین. میخوام دو مورد به شما در این رابطه بگم. مورد اول، عشقی که خلقتی تازه به ما میبخشد. عشقی که خلقتی تازه به ما میبخشد. من میخوام برای شما یه مثال نوروزی بزنم که این خلقت تازه برای اونجا بیفته. بعضی از ماها 20 تا 22 روز مونده به عید نوروز چیکار میکنید؟ سبز میکنید و مرسوم ترینش سبز کردن گندمه. دونه های مرده رو برمیداریم، مدلی دونه های گندم رو، و میذاریم توی آب چند روزی میمونه. وقتی که پوستش ازش جدا شد آبش رو میگیریم، میذاریم توی دستمال مرطوب و میذاریم توی جایی که میخواییم اون سبز رو سبز کنیم و اون ظرف رو حتما، اون دستمال رو حتما مرطوب نگه میداریم و وقتی که این کار رو کردیم میبینیم که روزانه متوجه تغییراتش میشیم. یواش یواش میبینیم که جوانه زده. بعد از اینکه جوانه زد، جوانش سفیده، سبز روشن میشه و یواش یواش انقدر رشد میکنه که تبدیل میشه به سبزه. خیلی جالبه، ما از یه دونه مرده
تونستیم یک سبزه سبز شده که در حال رشد بسازیم، تبدیلش کنیم. خیلی زیباست. کاری که ما اتفاقی که در مسیح عیسی برای ما میفته بیشباهت به این مسئله نیست. ما مثل دونه های مرده بودیم که پوسته گناه دور تا دور ما رو گرفته بود. دور ما رو پوسته کینه، نفرت، نبخشیدن، خیلی چیزها، گناه های ریز و درشت دور ما رو گرفته بود. و مسیح با مصلوب شدنش روی صلیب و با خونش و قیامش باعث شد که این پوسته ما کنده بشه و ما در او خلقتی تازه بیاییم. کلام خدا اینجا میگه پس اگر در مسیح باشید خلقت تازه است. ما اگر در ظرف مسیح بمانیم، خلقت تازه هستیم. پس اگر که شما میخواید خلقتی تازه داشته باشید، باید در ظرف عیسی مسیح باشید. باید در خداوند خیس بخورید. میخوام یه شهادتی بهتون بدم در این رابطه. یک شخص عزیزی میگفت سالها با پدرش قهر بوده و وقتی که سال نو میشده، سال عید میشده، دو سه روز قبل از سال نو از خونه میذاشته میرفته برای اینکه با پدرش روبوسی نکنه، با پدرش آشتی نکنه و به بهونه های مختلف با دوستاش میرفته شمال، فقط به خاطر کینه که از پدرش توی قلبش بوده. تا اینکه یک روز با مسیح آشنا میشه و به مسیح ایمان میاره و میفهمه که چه عشق مسیح نسبت به اون داشته. وقتی که میگفتش که من با اون همه کینه بودنم مسیح برای من مرد، این عشقش بی نظیره. و دونستن این مطلب، درک این مطلب باعث شد اون از مسیح، از اون گناهاش، از اون پوسته کینش جدا بشه. و میدونین چه اتفاقی افتاد؟ مطمئنم حدس میزنین چه اتفاقی افتاد. این شخص نایستاد تا سال نو عید بشه تا بره پدرش رو ببوسه. همون موقع میره خونه و با پدرش آشتی میکنه. بله عزیزان، صلح با خدا صلح با دیگران رو میاره، به همراه خودش میاره. فقط ما باید درک کنیم، بدونیم که عیسی مسیح روی صلیب برای ما چه کرد و ما باید در مسیح بمانیم. در مسیح ماندن یعنی چی؟ یعنی در کلام او ماندن. همین مشارکت هفتگی که الان شما عزیزان هستید، این یعنی در مسیح ماندن، یعنی چسبیدن به خداوند، با روح القدس مودن، ماندن، دعا کردن، کلام خوندن، همه اینها یعنی خیس خوردن، یعنی که اون پوسته های اضافی از ما در اومدن و ما خلقتی تازه یافتن. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای این خدایی که ما داریم. مورد دوم که میخوام بگم، عشقی که ما رو با خدا آشتی میده و نتیجه این آشتی اعلام و بشارت این صبح به دیگران هستش. چند سال پیش وقتی پسر خواهرم کوچولو بود، 3-4 سالش بود، وقتی که خیلی هم بازیگوش بود، وقتی که صدایی ازش در نمیومد، ما میفهمیدیم که اوکی، ایشون داره یه کاری انجام میده، یه خرابکاری بزرگی داره انجام میده. یه روزی از این روزا دیدیم صداش نمیاد و ما هممون مشغول یه کارهایی بودیم، کارهای خودمون بودیم. و اینکه یه خواهرم گفت پسرش پرسید پارسا کجاست و همه ما شروع کردیم دنبالش گشتن، دیدیم نیست. تا اینکه رفتیم دیدیم تو آشپزخونه است، تو آشپزخونه نشسته و یکی از تیزترین چاقو رو دستش گرفته. همه ما اونقدر شوکه شده بودیم که نمی‌دونستیم باید چیکار کنیم الان و چند سال عملی نشون بدیم که بخوایم اون چاقو رو از دستش بگیریم. ولی وقتی مامانش این صحنه رو دید، بدون اینکه درنگ کنه پرید سمتش و چاقو رو از سمت تیزش گرفت و دستش برید و دستش شروع کرد به خون اومدن. خواهرم اصلا توجهی نکرد به
جراحت دستش یا به اینکه داره کجای چاقو رو میگیره، فقط میخواست این چاقو رو از دستمون بگیره. و وقتی چاقو رو گذاشت یه جای ام، پسرش رو بغل کرد و با آغوش کشید و گفت خدا رو شد تو خوبی. و این عشق، این رحمی که این مادر داشت، من رو به یاد کار عظیم مسیح روی صلیب انداخت. قابل مقایسه نیست کاری که مسیح برای ما کرد. او جونش رو داد برای ما که گناهکار بودیم، برای این آشتی با ما او جونش رو داد. خدا مشتاق ملاقات با ماست، مشتاق رابطه با ماست، مشتاق این آشتیه، این عشقی که باعث این آشتی میشه. چقدر زیبا پولس در فیلیپیان 2:6-9 این تصویر زیبا رو به تصویر میکشه. اینجوری میگه پولس: او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نام ها به دو بخشید. آمین. چه عشق زیبایی. عزیزان، خدا مشتاق توست. شاید روزهاست داری میگی خدایا کجایی؟ چرا منو نمیبینی؟ چرا منو نجات نمیدی؟ چرا صدای منو نمیشنوی؟ امروز شاید شما در شرایطی هستی که این میگی خداوند کجایی؟ میخوام به شما بگم شاید پوسته ای دور شما رو گرفته، ناخودآگاه پوسته خشمی، پوسته نفرتی، کینه ای، هر چی، شاید عادت های اشتباه تو که مثل یه پوسته دور تو رو گرفته. امروز شما نیاز به روح القدس داری تا شما رو از اون خشم، از اون عادت بد رهایی بده. شاید نفرت تو نسبت به اعضای خانوادته، همکارته، همسایته، شاید نسبت به دولت این خشم رو داری. روح القدس میخواد این پوسته رو از تو جدا کنه، میخواد اون چاقوی تیز رو از دستت بگیره، چون به ضرر توه. امروز شما شاید این رو نداشته باشید، شاید همسایه شما، همکار شما هست که دوچار این ها هست، دوچار کینه هست، دوچار خشمه، دوچار نفرت هست. و این خدمت شماست که بری و این پیام صلح و آشتی رو بهش بدی. افرادی هستن که نیاز دارن بشنون، نیاز دارن آزاد شن، نیاز دارن. افرادی هستن که با چاقوی گناه دارن به خودشون آسیب میرسونن. امروز وظیفه شماست، شما که شما و من هستش که ما که سفیران مسیح روی زمین هستیم، تا بریم و این بشارت رو به دیگرون بدیم، تا بگیم که منجی تو برای تو مرده، برای گناه تو مرده، او برای آشتی با تو پا پیش گذاشته و این آشتی در آشتی با خداونده که بعد با صلح به خودش و دیگران میرسه. پس دو مورد رو اینجا عنوان کردیم: عشقی که به ما خلقتی تازه میده و دومی عشقی که ما رو با خدا آشتی میده و نتیجه این آشتی بشارت این خبر خوش به دیگران هستش. عزیزان، دو تا تکلیف برای شما دارم. تکلیف اول، یک لیستی تهیه کنید از پوسته هایی که خود شما درگیرش هستید، از عادت هایی که در این پیغامی که شنیدین به سرتون اومد که من باید این عادت مثل این پوسته دور منو گرفته، من باید اینو بذارمش کنار. و دومین مورد، لیستی تهیه کنین از افرادی که نیاز دارن این بشارت رو بشنون، افرادی که هنوز مردن، هنوز از اون پوسته گناهشون رهایی نیافتن، هنوز اون با اون چاقوی گناه دارن به خودشون آسیب میرسونن. اسم اون افراد رو بنویسین، براشون دعا کنین و حتما این خبر خوش رو به این عزیزان بدین.
خدا به همه شما برکت بده.